السلام علیکم و رحمت الله و برکات و شاگردای عزیز، امیدوار هستم که لباس عافیت بر تن داشته باشین و در کنار فامیل هایتان به خوبی و خوشی سپری کنین. خب شاگردای عزیزم، کتاب ما متشکل از دو بخش می باشه که بخش اولش قرآن کریم را در بر می گیره و بخش دومش تعلیم و تربیه اسلامی یا علوم دینی. خب شاگردای عزیزم، 19 جلسه قبلی را با استاد نورالحق شما تعقیب کردین که قرآن عظیم و شان برتان درس داد و یاد گرفتین. سر از امروز جلسه 20 ما علوم دینی میخوانیم که درس خود را کوشش میکنیم یاد بگیریم و زیادتر تمرین داشته باشیم. خب شاگردای عزیز، درس ما صنف دوم هستین، مضمون تعلیم دینی، موضوع 5 بنای اسلام، درس 20. خب شاگردان عزیز، من خب براتون یادآور شدم که شما 19 درس گذشته را قرآن عظیم و شان خواندین. پس امروز درس 20 ما می‌خوانین. درس 20 تان مربوط به تعلیم دینی میشه. جلسه 20 صفحه 27. صفحه 27 شما باز می‌کنین و می‌بینین. استادتان هم استاد مرسل زهین. اسم مرسل است و تخلص ما هم زهین. خب شاگردای عزیزم، پیش از اینکه ما درس خود را شروع کنیم، همیشه پیش از شروع کردن درس ما یعنی نام خداوند میگیریم، چون با گفتن بسم الله الرحمن الرحیم کارهای ما آسان میشه. شما خواه از امون خودترکی وقتی که شروع میکنین به هر کار، بر شما یاد داده میشه که بسم الله الرحمن الرحیم را فراموش نکنید. خب شاگردکای عزیزم، با گفتن بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، درس امروزی خود را آغاز میکنیم و کوشش کنین شاگردای عزیزم پیش از اینکه درس جدید را آغاز میکنین، اول شما پیش خود یک چی داشته باشین، یک مفکوره داشته باشین که درس جدید ما راجع به چی است. یک کم پیش خود تعقل کنین، فکر کنین که درستان راجع به چی است و چه قصه باید او را یاد بگیرین. پیش از پیش خود آمادگی داشته باشین پیش از اینکه درس شروع میکنین. خب شاگردکای عزیزم، اول میاییم عنوان را میخوانیم. در هر درس اول عنوانش را متوجه میباشیم، عنوانش را درک میکنیم که در عنوان بر ما چی گفته شده. خب شاگردکای عزیزم، 5 بنای اسلام عنوان ما است. 5 بنای اسلام. خب شاگردکای عزیز، 5 خوب میفهمیم که 5 معنا میده. بنا تهداب معنا میده. بنا تهداب یعنی تهداب اسلام. 5 تهداب اسلام یا 5 بنای اسلام معنایش حال ما میخوانیم و یاد میگیریم. خب خداوند جل جلاله برای هر چیز در زندگی، در هر جایی که باشه، تهداب قرار داده. وقتی که خانه را جور میکنیم، تهدابش تهکوی است. پس ایناله در هر چیز تهداب وجود داره. ایناله میاییم ما درس خود شروع میکنیم که در دین هم تهداب وجود داره. پس در دین تهداب هایی که وجود داره چند دانه است؟ او را میخوانیم. چه قسم است؟ او را میخوانیم. راجع به هر کدامش معلومات پیدا میکنیم. خب شاگردکای عزیزم، میاییم میخوانیم که 5 بنای اسلام یا امو تهداب هایی که اسلام بالایش یعنی استوار است و پیش میریم. خب شاگردکای عزیز، دین اسلام دارای چند بنا می باشد؟ دین اسلام دارای 5 بنا می باشد. کوشش میکنیم که یاد بگیریم که بناها کدام است که دین اسلام و ای استوار است. دین اسلام 5 بنا دارد. دین اسلام چند بنا دارد؟ 5 بنا. 1, 2, 3, 4, 5 حساب میکنیم. پس میاییم شاگردای عزیز، 1, 2, 3, 4, 5 دین اسلام دارای 5 بنا میباشد. خب شاگردکای عزیزم، میاییم شماره اولش هم میخوانیم که شماره اول یعنی چی؟ راجع به چی گفته شده؟ کدام تهداب است که ما یاد بگیریم او را و به او عمل کنیم؟ تهداب اولش گفتن کلمه طیبه. گفتن کلمه طیبه. طیبه را معنایش را بفهمین شاگردکای عزیزم. طیبه معنایش به معنای پاک و منظم. چیزی که پاک باشه، صفا باشه، منظم باشه، او را به نام طیبه پاک یاد بکرن. خب شاگردکای عزیزم، میاییم میخوانیم که طیبه یک ذره باید معلومات راجع به کلمه طیبه داشته باشیم. کلمه طیبه را خب حتماً که یاد دارین. پس اینال چی میکنیم؟ میخوانیم که کلمه طیبه یعنی چی؟ کدام کلمه را به نام کلمه طیبه یاد میکنن؟ کلمه طیبه را میخوانیم.
بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله محمد رسول الله. شاگردکای عزیزم متوجه باشین که در زیر و زبر و در حرکاتش زیاد دقیق باشین، به خاطر که معنای کلمه ما را تغییر میده. خب شاگردکای عزیز، ما خوب فهمیدیم که کلمه طیبه کدام کلمه را میگه، پس حالا میاییم چی میکریم؟ میگیم که کلمه طیبه یکی از کلمه های پاک است، یکی از کلمه های منزه است که خداوند جل جلاله او را به خاطر از اینکه فرق بین کافر و مسلمان باشه، ای را بر ما چی کرده؟ یعنی به وجود آورده یا گفته شده که کلمه طیبه را هر انسانی که او را یعنی روزانه بخونه چی میکنه؟ خداوند او را از آتش جهنم نجات میده. قسمی که در یک حدیث از حضرت محمد صلی الله علیه و سلم روایت شده یا نقل شده که می فرماید هر کسی که در این دنیا بیشتر کلمه طیبه را بخونه، یعنی با اخلاص و صدق بخونه، او را خداوند جل جلاله در این دنیا خود حضرت محمد صلی الله علیه و سلم برش شافی قرار میده، یعنی شفاعت کنندش قرار میده. پس چه خوب که با همیشه چی را بخونیم؟ کلمه طیبه. خب شاگردکای عزیزم، حالا خوب فهمیدیم که کلمه طیبه چی را میگه و چه قسمی بر ما به خاطر چی گفته شده. میاییم دومش چی است؟ خواندن نماز. خواندن نماز بر هر مسلمان چی است؟ بر هر مسلمان فرض است. خب شاگردکای عزیزم، ما چند وقت نماز میخوانیم؟ خداوند جل جلاله به خاطر از اینکه انسان‌ها یعنی بیاین عبادتش کنن و چیزهایی که برای انسان‌ها داده شده شکر از او را به جا بیاورن، برشان نماز یا عبادت را به وجود آورده که ما چی میکریم؟ نماز خداوند جل جلاله را و به خاطر روشنایی او دنیای خود ادا میکنیم. ما چند وقت نماز میخوانیم؟ 5 وقت نماز میخوانیم. کدام وقت است؟ صبح، چاشت، دیگر، شام، خفتن. 5 وقت نماز ما ادا میکنیم به خاطر خود ما، به خاطر خداوند ما، ما نماز خدا ادا میکنیم. پس شاگردکای عزیزم، کوشش کنیم که شما نمازهایتان را بخوانیم و هیچ وقتی یعنی از نماز دوری نکنین، چون خداوند جل جلاله شما را کمک میکنه. در هر کاری که داشته باشین، وقتی که در نماز دعا کنین، خداوند مثل یک کمک کننده امرایتان چی میکنه؟ همکاری میکنه. خوب شاگردای عزیزم، دومشون فهمیدیم که خواندن نماز بود. سوم، گرفتن روزه ماه مبارک رمضان. خوب شاگردکای عزیزم، شما خو روزه را خوب میفهمین که کدام ماه است و در چند روز است و چی کارا میکنه مسلمان ها. خداوند جل جلاله بعد از 12 ماه وجود داره که یک ماه از این صرف بخاطر از این که بنده هایش بیاین و دوباره امو گناهی که انجام دادن دوباره بیاین توبه کنن، اونمو یک ماه مبارک رمضان را برشان فرصت قرار داده. پس کوشش کنیم که ماه مبارک رمضان را 30 روز روزه را متواتر بگیریم، عبادت مخلصانه کنیم و کوشش کنیم که خداوند جل جلاله از ما راضی باشه این 30 روز. خب شاگردکای عزیزم، گرفتن روزه را خوب فهمیدیم، 30 روز است، ما خوبتر روزه میگیریم، عبادت میکنیم که خداوند از ما راضی شود. و چهارمش، دادن زکات. خب شاگردکای عزیزم، در دین اسلام زکات چیزی است که انسان را از بلاها دور می سازه. وقتی که زکات میدی، مثل از این که پاک شدی از گناه هم از بلاها. خداوند جل جلاله برای هر گپی که گفته یک حدیث داده شده، یعنی یک حدیث را هم برای حضرت محمد صلی الله علیه و سلم گفته که یعنی باید روایت کنه. میاییم در دادن زکات میگیم که یعنی حصنوا اموالکم بالزکه، حصنوا اموالکم بالزکه، اموال خود را با دادن زکات محفوظ بدارید. یعنی اگر زکات بدین چی میشه؟ اموالتان نگهداری میشه، خداوند جل جلاله هم شما را یعنی نگاه میکنه هم اموالتان را. یعنی صدقه رد بلاست. این گپی است که همیشه گفته میشه بین بزرگا، بین همگی، صدقه رد بلاست. یعنی هر بلایی که بالای ما باشه توسط صدقه او رد میشه. خوب شاگردکای عزیزم، صدقه دادن یا زکات بسیار چیست؟
مفید است برای انسان. پس میگن که صدقه یا زکات قسم بدین که دست راست از دست چپ خبر نشه، یعنی خودنمایی نکنین، در مقابل مردم نتین، او را وقتی که میدین کوشش کنین که یعنی با کسی که میتین او احساس حقارت نکنه یا که جگرخون نشه که این کل مردم دید برای من زکات داد. زکات مال، هر چیز از خود زکات داره، طلا از خود زکات داره، مال، حیوانات، هر چیزی که دارین از خود زکات داره. پس زکاتش ما در ماه مبارک رمضان هر سال یا هر وقت چی میکنیم؟ میتیم. پنجمش ادا کردن حج بیت الله شریف. خب پنجمش، هر مسلمان باید در طول عمر خود اگر توانش داشت یا اگر یعنی پیسه پیشش بود یا که توان مالی داشت، باید چی کنه؟ یک بار حج بیت الله را انجام بده. چون حج بیت الله را هر قدر یک انسان گناه میکنه، وقتی که یک بار بره در حج بیت الله شریف، خداوند جل جلاله از تمام گناه های گذشتیش چی میکنه؟ عفو میکنه، تمام گناه های گذشتهش عفو میکنه و چی میکنه؟ او را مورد آمرزش قرار میده. پس هر مسلمان باید در طول عمر خود اگر توانش داشت باید حج بره و حج بیت الله شریف انجام بده. خب شاگردکای عزیز، بعضی از کسایی هستند که چی میکنن؟ حج میرن یک بار، دفعه دوم پولش هم دارن، کسی مستحق میباشه پول خود تا که با یک مستحق بدن او رو میگیرن باز میرن حج. پس کوشش کنین که وقتی که خودتان نیاز نداشتین به او پول، کوشش کنین به نیازمندان کمک کنین، مثل یک حج مکمل میشه براتان. یعنی از 100 حج کرده اونم یک دفعه کمک کردن بیخی دیگه برای شما ثواب زیادتر بیاید. خب شاگردکای عزیزم، درس امروزی ما را خب فهمیدیم، هر کدامش جدا جدا فهمیدیم که چی موضوعات بود و به خاطر چی بود. خب شاگردکای عزیزم، درس امروزی ما 5 بنای اسلامی بود که برای امروز درستان ختم شد و برای درس بعدی، تا درس بعدی، الله نگهدارتان.